به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل سیحون دری، منبع: پاکستان به خواست امریکا برکنر راکت شلیک می کند. با وجود هشدار سازمان ملل، نظامیان پاکستانی در 24 ساعت گذشته 29 موشک بر ولسوالی شلتن ولایت کنر پرتاب کردند. یک منبع در حکومت به شرط افشا نشدن نامش در مصاحبه با سیحون گفت که امریکا برای وارد کردن فشار بر افغانستان در پروسه صلح از پاکستان خواسته است که بر ولایت کنر به گونه دوامدار راکت شلیک کند. صحبت‌های آمرانه شاردفیر سفارت امریکا و راکت پراگنی‌های نظامیان پاکستانی به خواست امریکا نشان می‌دهد که واشنگتن تلاش دارد تا حکومت افغانستان تمام شرایطش را بپذیرد. وزارت امور خارجه با استفاده از راه‌های دیپلماتیک این شکایات را به سازمان ملل و سفارت امریکا رسانده است تا بر اساس توافقنامه مشترک اقدام کنند، اما امریکا هیچ کاری در این مورد نکرده است. آزادی تمام زندانیان طالبان، پذیرفتن حکومت موقت، قبول کردن خط فرضی دیورن به حیث سرحد و محدود ساختن سیاست خارجی از جمله خواستهای امریکا از حکومت افغانستان است. و همچنان حکومت افغانستان از آوردن اصلاحات در قانون رسانه ها صرف نظر کرد. رئیس جمهور کشور که اصلاحات پیشنهادی در قانون رسانه ها که ماه گذشته به مجلس معرفی شده بود صرف نظر کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور از اصلاحات پیشنهادی در قانون رسانه ها که ماه گذشته به مجلس معرفی شده بود صرف نظر کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که رسانه ها نسبت به تغییرات پیشنهادی که خبرنگاران را مجبور به فاش منابع خود می کرده و به دولت اجازه می داد که گزارش های خبری را سانسور کند اعتراض کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده است. این اقدام رئیس جمهوری پس از اعتراض سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران در ماه گذشته صورت گرفته است. آنها یک نامه سرگشاده به دولت ارسال کردند و خواستار صرف نظر از این اصلاحات شدند. در میان تعدیلات دیگر، این طرح خبرنگاران را مجبور می‌کرد تا منابع خبرش را در اختیار نهادهای حکومتی و شمول ارگان‌های امنیتی قرار دهند. این طرح همچنان حقوق رسانه ها و خبرنگاران و استقلالیت رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تحت شعاع قرار می داد. همچنین به حکومت اجازه سانسور خبر پیش از نشر و نظارت حکومت از نهادهای رسانه‌ای را افزایش می داد. بر اساس این طرح، در صورت نبود شفافیت در منابع مالی، جواز فعالیت یک رسانه سلب می شد. این طرح پس از معرفی به مجلس نمایندگان از سوی نهادهای رسانه‌ای با انتقادهای گسترده ای مواجه شد. در پرتو این، حکومت یک هیئت 12 نفری را برای بازنگری این طرح گماشت. پس از چندین نشست، این هیئت علیه تعدیلات در قانون رسانه‌ها رای دادند. احمد قریشی، مدیر نهاد خبرنگاران افغان، میگوید ما از تصمیم کمیته فنی مبنی بر رای منفی علیه این اطلاعیه و تعهد دولت مبنی بر اینکه این ابتکار عمل جلوتر نخواهد رفت استقبال میکنیم. آقای قریشی افزوده است در شرایطی که دولت در حال آماده شدن برای مذاکرات و صلح با گروه طالبان است، هر گونه اطلاعیه در قانون رسانه ها می تواند عواقب جدی برای آزادی رسانه ها در افغانستان به همراه داشته باشد و بر ناامنی و حملات فرایندهی که رسانه ها و خبرنگاران را تحت تأثیر قرار می دهد، قانون فعلی رسانه ها در سال 2016 میلادی تصویب شد و دارای 54 ماده است. اصلاحات پیشنهادی مغایر با مواد 7, 34, 120 و 122 قانون اساسی افغانستان بوده است. در ماده 134 قانون اساسی آمده است آزادی بیان از تعرض مسئول است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طب و نشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. احکام مربوط به مطابع رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد. و همچنان حقوقدانان، شورای عالی مصالحه ملی به شرکت میماند که این شرکت وجود فیزیکی ندارد. بیشتر از دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و ایجاد شورای عالی مصالحه ملی میگذرد، اما تا اکنون اعضای این شورا معرفی نشدند و از کارهای این شورا نیز خبری نیست. با گزارش سپوتنیک و نقل از تولونیوس، برخی از حقوقدانان میگویند که عبدالله عبدالله که رهبری شورای عالی مصالحه ملی را دارد به مالک شرکت میماند که این شرکت وجود فیزیکی ندارد. با گفته آنان شورای عالی مصالحه ملی تا اکنون مشروعیت برای تصمیم گیری پیدا نکرده است. آرش شهرپور یکی از حقوقدانان در این مورد گفت این که دکتر عبدالله علاقمندی ندارد برای تشکیل این شورا، پس صفت خودشان هم همچون رئیس شورای عالی مصالحه منطق حقوقی و قانونی به خود پیدا نمی کند. در همین حال شمار از قانونگذاران نیز عبدالله عبدالله را به ناتوانی در انجام مسئولیتهایش متهم می سازند. حمید احمدزی عضو مجلس نمایندگان گفت تشکیل یک اداره که موجود نباشد کارشان معلوم نمی باشد. هیئت اداریشان موجود نباشد، معاونین خود را تا هنوز مقرر نکرده، این چه کاری برای صلح خواهد کرد؟ اما فریدون خودون سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید که کار برای معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد. او گفت از شورای عالی مصالحه به گونه منظم و هماهنگ جریان دارد و نیاز است که برای یک اصل مهم که صلح است ما بحث‌های اساسی داشته باشیم که این کار جریان دارد. در ساختار شورای عالی مصالحه ملی 5 معاون برای عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است، اما تا اکنون سرنوشت 3 معاون دیگر مشخص نیست. به نقل از افق، مجلس نمایندگان فرمان تقنینی غنی درباره قانون شهرداری ها را رد کرد. نمایندگان مجلس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره قانون شهردارها را غیر قانونی خوانده و با اکثریت آرا آن را رد کردند. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس امروز دوشنبه 30 سرطان این فرمان را به اعضای مجلس ارائه کرد. محمد الله بتاش عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت که فرمان تقنینی در مورد قانون شهردارها مخالف قانون اساسی صادر شده و به همین دلیل در جلسات مشترک کمیسیون با توافق آرا رد گردیده است. او افزود که بر بنیاد ماده 141 قانون اساسی شهردارها از سوی مردم انتخاب می شوند، اما در فرمان تقنینی آمده که شهردارها از سوی اداره ارگانهای محلی و با فرمان رئیس جمهور غنی مقرر می شوند که این مورد نقض قانون اساسی است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی قانون شهرداری ها که در 34 فصل و 229 ماده ترتیب شده است را برای گیری گذاشت که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد. در جلسه امروز کمیسیون عدلی و قضایی مجلس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد ایزاد در فقره 3 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی کل را نیز به جلسه ارائه کرد و این فرمان نیز با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد. حکومت در این فرمان شرایط استخدام کارمندان دادستانی را تعریف کرده بود، اما مجلس با صدور فرمان در شرایط موجودیت قانون مخالفت کرد و این کار رئیس جمهور را به عنوان محدود کننده صلاحیت های مجلس خواند.
پیش از این مجلس نمایندگان چند فرمان تقنینی دیگر رئیس جمهور غنی از جمله فرمان تقنینی او درباره تجزیه برخی ادارات دولتی را رد کرده بودند. محمد الله بتاش عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت که فرمان تقنینی در مورد قانون شهردارها مخالف قانون اساسی صادر شده و به همین دلیل در جلسات مشترک کمیسیون با اتفاق آرا رد گردیده است. او افزود که بر بنیاد ماده 141 قانون اساسی شهردارها از سوی مردم انتخاب می شوند، اما در فرمان تقنینی آمده که شهردارها از سوی اداره ارگانهای محلی و با فرمان رئیس جمهور غنی مقرر می شوند که این مورد نقض قانون اساسی است. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی قانون شهردارها که در 34 فصل و 229 ماده ترتیب شده است را برای گزاری گذاشت. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.